بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اموری که من همه ما میدونیم این قصه رو و به واقع برای غیر معصوم و غیر حجت خدا میتونیم بگیم عالی ترین نقطه‌ای که میتونه بشه برسه، عنوانیه که در قصه ارتباطش با حجت خدا و ولی خدا هست. عنوان رو شما بذارید نصرت، یاری کردن، بذارید خدمت، به هر تعبیر از این تعابیر میخوایم بگیم. واقعا کسی که غیر معصومه به نقطه‌ای که میخواد برسه، اینی که خدمت من بالاترین نقطش، اینی که تمام قد نصرت و خدمت امامش بکنه، بلکه حتی نسبت به معصومین هم نسبت به معصوم بالاتر از خودشون همین قصه است. یعنی خاتم الانبیا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین نسبت به پیغمبر اکرم همین حالت رو داشتن. صدیق کبرا نسبت به پیغمبر و امیرالمؤمنین همین حالت رو داشتن. این امر بسیار مهمیه، هیچ شکی نیست در عظمتش و در این که نقطه اوجی که ما میتونیم بهش برسیم اینه که ما بگن ناصر ولی خداست. حالا دو تا مثال بزنم و نمونه رو بگم. در مورد اصحاب سیدالشهدا علیه السلام قصه خیلی بارزه. یکی از معروفترین زیارت هایی که در مورد سیدالشهدا علیه السلام هست، توی این نبراس و زائرهایی که توی عتبات هست، زیارت اوله. تو مفاتی زیارت اول نیست، زیارت بعد آمده اگه اشتماع کنم زیارت پنجم یا ششم. تو اونجا که اون متنی که زیارت وارث رو داره، تو همون تو قسمت زیارت اصحاب ابی عبدالله اینو داره: السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا، السلام عجیبه، السلام علیکم یا انصار الحسن الزکی، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله، تبتم و تابت الارض التي دفنتم. این ویژگی برای اصحاب امام حسین آمده، یعنی در کل متن زیارت روی این عنوان دست گذاشتن. امام صادق علیه السلام به هشام ابن حکم با همه ویژگی هایی که داشت یه جمله فرمودن که من میگم هر کسی میخواد به هر نقطه‌ای برسه، اگر خواستی توصیف کنی، تعریف کنی یک نفر رو، بگید آقا به اوج رسیده. این جمله رو بگو: هادا ناصرنا بقلبه و لسانه و یده، با قلبش یاور ماست، با زبانش یاور ماست، با دستش یعنی با عملش، با عملش یاور ماست، خدمت به ما داره میکنه. تو همه امور این قصه خدمتگزاری، خادم بودن در محضر امام به حجت خدا مهمترین تکلیف. تمام کارهایی که ما انجام میدیم، اینا رو صحبت میخوام بکنم، تمام کارهایی که ما انجام میدیم همه در همین راستاست. یعنی من اگر نماز هم میخوانم، با نمازم دارم نصرت میکنم امام رو. خیال نکنیم ما 10 تا تکلیف 100 تا تکلیف داریم، نصرت امام و نماز خوندن و اینکه دروغ نگوییم، تمام اینها یک تکلیفه. اون یه دونه تکلیف نصرت امام در مسیر امام بودن. ارتباط ما با ولی خدا و حجت خدا واقعا مهم از این جهت. عرض کردم خیلی جا زیارت عاشورایی که میخونیم، این عناوینی که تو زیارت عاشورا توجه داده میشه: ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، همراه شما باشم، ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره، ثبات قدم در کنار شما داشته باشم. محور حجت خدا، محور ولی خدا، توجه به او. همه جا این قصه آمده، اینها رو میدونیم، یاد داریم، تذکر فقط دارم میدم. اصل این قصه یاری و نصرت حجت خدا و ولی خدا و همه مناسباتی که ما با حجت الله داریم، محبتشون، اطاعتشون، تبعیتشون، همه اینها چیزیه که ما رو به اوج میرساند، بالا میبره. من به وسیله حجت خدا و ولی خدا به قرب درگاه الهی میرسم و همراه او دارم بالا میرم. اگه میخوام آبروی در خانه خودم پیدا کنم، به همین یاریه، به اینکه دنبال او باشم، همراه او باشم. لذا واقعا باید بنامون رو، زندگیمون رو، همه شؤونمون رو، همه چیز رو برای این بذاریم، به این جهت توجه بدیم. واقعا کسی که به این نقطه برسه که تمام زندگیش خدمت به امام و حجت خدا باشه، حالا عرض خواهم کرد انشاءالله، این معناش این نیستش که من به فکر زن و بچه هم نباشم، معناش این نیست که کسب و کار نکنم، معناش این نیست که عبادت نکنم، همه اون کارها همه خدمته، همه یاری حجت خداست. باید رو این جهات خیلی فکر کنید. یکی از اموری که به عنوان تکلیف مستقل آمده و در واقع به نوعی مقدمه نصرت و یاری و خدمته، به نوعی خودش مصداق نصرت و یاری و خدمته، شناخت امام، معرفت نسبت به امام و تلاش برای اینکه همه کسانی که ما باشون مرتبطیم اماممون رو بشناسن. همه رو با هم دیگه بخوابیم، همه این عناوین رو با هم بذاریم: خودم بشناسم و بشناسونم به بقیه امامم رو. به یه اعتبار این مقدمه خدمته. من اگه بدونم
امامم کیه، چه جایگاهی در عالم خلقت داره، اینا اگه بدونم خب وظیفم و تبعیتم و نصرتم و خدمتم و میفهمم چیکار باید بکنم. این از یه جهت که مقدمه از خودش. از یه جهت دیگه تو همین عبارتی که امام صادق علیه السلام به هشام نحکم فرمودن هادا ناصرنا به قلبه، با قلبش یاری ما میکنن، یعنی اون کارهایی که قلب روح باید انجام بده رو انجام میده. یکی از کارهای قلب معرفت امامه، خود این یکی از کارهای قلبه، پس خود این یه نوع نصرته، ولو این که مقدمه نصرتهای دیگر هست و خدمتهای دیگر رو معین میکنه، اما خودش یک وظیفه مهمه. واقعا مسئله امام، حجت خدا، شناخت امام، فهم جایگاه امام در عالم خلقت، فهم جایگاه امام در عالم بندگی خدا، در نظام تشریع، در دین، اینا یه امور بسیار مهمیه. ما متاسفانه عموم مردم کار ندارن. ماهایی که مذهبی هستیم، ماهایی که متدین هستیم، ماهایی که تو مجالس روزه بزرگ شدیم، ماها در این قصه نگیدونیم میزنیم. یه نکته رو اول توجه کنید، خوب دقت کنید. شما یه خانواده دیدید دیگه، یه خانواده که مثلا پدر پزشکه، مادر پزشکه، به مرور زمان میبینید که اینا با کسانی که ارتباط برقرار میکنن همین تیپ آدم هست. بچه هاشون تحصیل گرده میشن، سطح فرهنگشون بالا میره، رفقاشون متفاوت میشه. یه دانش و علمی که یک کسی پیدا میکنه تأثیر میذاره تو اطرافیانش. واقعا اگر من خودم شناختم رو نسبت به امامم بالا ببرم، جنس رفیقام، جنس زن بچه‌ام، همه اینا باید فرق کنه. یه علم پزشکی، یک مهندسی تأثیر میذاره تو اطرافیان. این علمی که حقیقت علمه، واقعیت یادگیری مسائله، اگه من خودم یاد بگیرم، درست یاد بگیرم، دقیق بشناسم امام رو، تلاش میکنم به بقیه هم یاد بدم، اطرافی خودم بالا میبرم، با کسی ارتباط برقرار میکنم که از این جنس باشه. اگر داریم میبینیم، از همینجا میخوام بگم، اگر داریم میبینیم تو جامعه ما این وضع نیست و تو متدینین ما نیست، یک نمیگم همه درد، اما یه قسمت درد خودمونه. یه جایی ما گیر افتادیم الان، ما یه کمبودی داریم که نتونستیم ترشح کنه از ما، لبریز بشه از ما بقیه برسه. هنوز ما خودمون یاد نداریم، هنوز نشناختیم، هنوز درست نفهمیدیم. امام حسین علیه السلام فرمودن خدای متعال خلق نکرده از بندگانش رو مگر بر زید این آیه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون رو از فرمودن. خدا خلق نکرده الا لیعرفون، مگر برای اینکه بشناسن خدا. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی خدا رو شناختند عبادت میکنن. خود این نکته مهمیه ها، اگه قرار من عبادت خدا بکنم خدا رو باید بشناسم، اگه بخوام اطاعت ولی خدا رو بکنم باید بشناسم بشه دیگه. اذا عرفوها عبدوه و اذا عبدوه، وقتی خدا رو عبادت کردن استغنوا به عبادتی ان عبادت ما سوا، دیگه دنبال غیر خدا نمیرن. این حدیث رو حضرت در ایام حج، یه سالی از اون سالهایی که حج بودن، در منا فرمودن، از خیمه آمدن بیرون اینو فرمودن، پرسیدن یا ابن رسول الله معرفت خدا چیه؟ حضرت فرمودن معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت خدا این است، امام زمانی که باید اطاعتش کنی رو بشناس. این حدیث خیلی دقیقه. حضرت نفرمودن امام زمانتون رو بشناسین تا خدا رو از طریق او بشناسید. سوال کردن معرفت خدا چیه؟ حضرت فرمودن امام زمان رو بشناس. تو باید امام زمان تو بشناسی. بشناسی خود به خود خدا رو میشناسی. این معناش این نیست که نستجیر بلا امام من خداست. نه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. فقط میخوام مثال بزنم. این مثال درست نیست. فقط برای تقریر بزن. من میخوام اون نقطه رو ببینم، یه دوربین دستم میگیرم، به دوربینه نگاه دارم میکنم. کاری که من انجام میدم نگاه کردن به دوربینه. خود دوربینه داره اونجا رو من نشون میده. من به اون سمت نگاه کردم با یه وسیله ای، این وسیله رو دارم نگاه میکنم اونجا رو نشون میده. امام رو اگر بشناسی خدا رو شناختی. چه جوری هست داره؟ مثلا مهم نیست در شناخت خدا که شناخت امام چه جوری منو به شناخت خدا میرسونه، اما جایگاه اینقدر اهمیت داره. امام زمان شناختن راه بندگی خداست. اگه کسی میخواد بندگی خدا کنه باید امام زمانش رو بشناسه. خیلی اهمیت داره، خیلی باید شناخت و خیلی باید دقت کرد روش. این اهمیت شناخت امام در فضای دینی است. امام رو بشناسید، خدا رو شناختید. امام که یه جایگاهی توی دین ما داره که به هیچ وجه نمیشه حذفش کرد، یه جایگاهی در نظام خلقت داره که به هیچ وجه نمیشه حذفش کرد،
من اگه اینا رو بفهمم و بشناسم و وقت بذارم و دنبالش برم به خیلی چیزها میرسم. من همه خیرات برای اینا. خوندیم، یاد داریم، شنیدیم، هر چقدر کار بکنیم کمه، چون هر چقدر ما کار بکنیم به شناخت تام امام نخواهیم رسید و زوایا و جوانبی در قصه شناخت امام هست که اصلا برای ما روشن نمیشه. لذا خیلی باید کار کنیم، خیلی باید وقت بذاریم. این یکی از دردهای ماست که ما نسبت به این امور احساس اهمیت نمی کنیم. اگر یه جایی برم، خیلی به من پیش آمده، برم اونجا و بحث اعتقادی محض بگم، یه نکته اعتقادی دقیق هم توضیح بدم، بیام پایین، خیلی از کسانی که از رفیق با آدم و از ما مذهبی هاست میگن که حالا یه چیزی بگیم به درد مردم بخوره. یعنی شناخت بحث‌های اعتقادی از شناخت خدا، از شناخت پیغمبر، از شناخت امام و حجت خدا به درد مردم نمیخوره. به درد مردم چی میخوره؟ یه امور ابتدایی معمولی در حد معمول خیلی وقت دار. و حال اینکه واقعا اساس همینه، پایه رو باید محکم کرد، پایه رو باید درست کرد. واقعا اینو درده، اینو درد ما متدینین، ماهایی که تو این فضا بزرگ میشیم، ماهایی مشکل پیدا میکنیم. توجه به این قصه باید بکنه. واقعا نسبت به معرفت امام خیلی ما کوتاهی میکنیم. ببینید، زیارت جامعه خوندید، فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلى منازل المقربين، تا چه حد یادم میره عبارت رو بخونم، و ارفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق، به جایی میرسید که هیچ کسی به شما نمیتونه برسه، و لا يفوقه فائق، هیچ کی از شما بالاتر نمیتونه باشه، و لا یسبقه سابق، هیچ کسی از شما سبقت نمیتونه بگیره. اینجاش و لا یطمع فی ادراکه تامه، کسی طمع درک تام مقام شما رو پیدا نمیتونه بکنه. وقتی اینقدر اهمیت داره، اینقدر عظیمه، اینقدر بالاست، تفاوت سلمان و ابوذر هم تو شناختشون نسبت به امامه، از روایت برمیاد که تفاوت این دوتا تو اون یک درجه ایمانشون تو همین قصه هست، در شناختشون نسبت به امامشونه. امیر المؤمنین علیه السلام. پس خیلی مسئله معرفت مهمه، خیلی جا داره، خیلی کار داره، خیلی باید کار کرد. بشناسیم امام رو، درست بشناسیم، جایگاهش در عالم خلقت بدونیم چیه، جایگاهش در عالم در تشریعات در دینمون بدونیم چیه، مقامات و فضیلت ها و خصوصیاتی رو که دارن بدونیم چیه، انس با احادیث داشته باشیم، بفهمیدن اینا واقعا از این جهت اون سبا احادیث داشته باشیم که ببینیم چجوری توصیف میکنن. عجیب خودم هم نذاری ببینیم چه کار کردن، خود ائمه چجوری خودشون دارن توضیح میدن، چی میگن در مورد خودشون. وقتی توصیف میکنند امام رضا علیه السلام در این که دلیل و نشانه امام چیه، دارن جایگاه امام رو میگن. حضرت میفرمایند راه شناخت امام دو تا چیزه، پس امام باید به اینا شناخت دیگه. فل علم استجابت الدعوه، علمی دارد که هیچ کسی نداره. دقیق این حرف ها، نگید که علمی دارد که در که اهل زمانش مانند او رو ندارند. این بعد ممکن چهار تا از این روشنفکر رو خیال کنن که خب اون زمان بوده الان ما داریم. نه، علمی دارد که هیچ کسی ندارد، هیچ کسی در عالم خلقت نداره. برای 14 نور مقدس ما معتقدیم علمی دارن که موسی بن عمران و عیسی بن مریم و اینام ندارند. اصلا این علم اینها با همه فرق میکنه، متفاوته، بالاتر از همه چیزن. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام همه چیزو مثل کف دستم دارم میبینم، همه چیزو میبینم، بلکه بسیار دقیق تر از اینه. دارم یه گوشه هایی رو نشون میدم، ما فعلی چیزایی میگم، نمیخوام الان امام شناسی بگم، اما بفهمیم اینا رو، ببینید چی کار میکنن در عالم خلقت. ما یک مجموعه روایت داریم در تأثیر کارهامون در عالم خلقت، دم دسترینش تو دعای کمیت، تو دعاهای دیگه هست، اللهم اغفر لي الذنوب التي، گناهانی که این اثر میذاره. مثلا توی دعای حضرت امیرالمومنین اللهم اغفر، شبیه دعای کمیله، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس قطر السماء، گناهی که بارون بند میاره. ما یه کاری انجام میدیم اثری داره، یه گناهی من میکنم اثری داره، یه کار خوبی شما میکنید یه اثر خوبی داره. اگر بخواد در عالم خلقت یه نفر فرمان روایی بکنه عالم خلقت رو و تمام عالم رو به گونه ای پیش ببرد که شیطون خلاصه برنده نشه، نه تنها باید بدونه چه اتفاقی میفته، باید بدونه این آقا این کار رو انجام میده اثرش اینه، نفر دوم اثرش اینه، نفر صدوم اینه، نفر هزارم اینه، در آن واحد 7 میلیارد جمعیت دنیا دارن کار انجام میدن، تک تک کارهای اینها این اثرش، برایند همه اینها میشه این، بعد حجت خدا یه حرکت انجام میده که شیطون چه خرابی نتونه بکنه.
خیلی بالاتر از اینه که بگیم فقط علم داره میدونه چی میشه. علم دارد نتیجه همه اینا رو میدونه، اثر کار رو میداند الهی اون قیامه چی میشه. تازه در همین زمان ماکان مایکون ماهاوکائه، گذشته همین الان آینده، تمام کارهایی که قراره بشه، تمام کارهایی که شده نتیجهش چیه، برایند این کارا با هم دیگه چی میشه، نتیجه چه خواهد شد، او رو میبینه بعد یه حرکت میکنه. تمام اینو تراز میکنه با هم حرکت خودش. ولو خیلی دارن گناه میکنن، ولو شیطان داره بازی میکنه، ولو خیلی کارا میکنه، او علم داره یه جور دیگه پیش میره. این علم امامه. اگر امام فرمان روای عالم است، داره همه رو به سمت خدا و بندگی خدا پیش میبره و نمیذاره شیطان کار کنه، باید اینجوری علم داشته باشه، نه فقط بداند حلال و حرام چیه. در یه روایت امام صادق علیه السلام فرمودن به یکی از اصحابشون که خیال میکرد ته علم امام امینه، یعنی حلال و حرامه، حضرت فرمودن که گفت آقا شنیدم عجیبه، آقا فلانی گفته شما حقیقت قرآن رو میدانید. حضرت فرمودن هیچی نمیفهمن چی بگن بشه، هم گره میبشه. وقتی خواست بده میگه حضرت گوشه لباس رو گرفتن، فرمودن اون علم حلال و حرامی که به تو یاد دادن، اون علم قرآنی که او گفته در مقابل علم ما ذره بیش نیست، خیلی علم بالاتر از اینه. و ما یه عده‌ای داریم الان هم داریم، و یه عده‌ای داریم ما تعبیر میکنیم ازشون به مقصره، نه که کوتاه‌بین نسبت به مقامات علم، نگاهشون در علم هم همینه، میگن امام فقط احکام شرعی رو بلده، حتی تطبیق بر احکام رو که این واقعا نجس یا پاکه، این واقعا مال کیه، حتی این رو نمیدونه. قائل داریم ما تو همین جمعی که تو همین جمع شیعیانی که به اسم شیعه دارن زندگی میکنن، یه عده این اعتقاد رو پیدا کردن از بس نشناختن امام. یه گوشه مقام امامه، علمش، قدرتش، قدرت امام به حجت خدا. حالا که علم پیشرفت کرده، حرکت کرات، منظومه ها رو میفهمیم، اینکه تمام عالم با قدرت جاذبه‌ای که داره همه با هم ترازه، همه با یه نظمی داره حرکت میکنه. حالا معلوم میشه که وقتی امیرالمومنین علیه السلام دو بار این کارو کردن، خورشید رو برگردوندن. یعنی چی خورشید رو برگردوندن؟ ما میگیم خورشید که حرکت نمیکنه نسبت به زمین، زمین داره میچرخه، یعنی زمین با اون سرعتی که داره حرکت میکنه در جا میخکوب بشه، برگرده به عکس حرکتش رو کنه، برگرده بعد دوباره مسیرش ادامه بده. خب این تمام جاذبه کرات رو به هم میزنه، فقط یه جابجایی یک خورشید نیست، زمین نیست، همه چیز رو به هم میزنه. عین اینکه شما هزار تا چرخ دنده دارید به هم وصلن، یه دونه‌شو نگه دارید، به محض اینکه نگه دارید همه وای میسن، میترکه اون وسیله و دستگاه، میترکه، منفجر میشه. امیرالمؤمنین در زمان پیغمبر اکرم و یه بار دیگه دوباره این کارو کردن، برگردوندن زمان رو، برگردوندن، یعنی درست با اون سرعتی که داره زمین حرکت میکنه در جا میخکوب بشه. ماشین اگه با کمتر از اون سرعت بره بخواد ترمز بگیره دنده عقب برگرده چی میشه؟ فرض کنید ماشین با سرعت 100 کیلومتر داره میره، یه مرتبه ترمز بگیره و برگرده. همه این کارا شده، هیچ تکونی هم نخورده، نه زمین نه کرات، عالم به هم نریخته، به چشم هم زده برگردوندن. واقعا قدرت عجیبیه. بعد من باید فکر کنم مثلا اینکه آیا امام ولایت تکوینی دارد یا ندارد. خب باید بریم بشناسیم بفهمیم دیگه، این کار کنیم روی این چیزا، یاد بدیم واقعا اگه ما کار بکنیم، گفتم لبریز میشه از ما، اینها سرایت میکنه از ما، به بقیه سرایت میکنه، اطرافی آروم آروم گسترش پیدا میکنه، آروم آروم. اگه آدم عجله نداشته باشه، آینده نگر باشه، سلام علیکم، من میفهمم، به اطرافیانم، به اونا به اطرافیانشون، آرام آرام میبینید 10 سال گذشت، 20 سال گذشت، یه جمع کثیر تغییر پیدا کردن. بشناسیم اینا رو، بشناسیم اون معجزه حضرت رضا سلام الله علیه در قصه مأمون، اون دوتا شیر را آوردن بیرون، واقعا معجزه عجیبی بوده. اون ساحر مهران که بعد از اون نمازی که حضرت خوندن، بگم حالا دیگه لطیفه، حدیث زیباییست، قشنگه، در مرو باران بند آمد، قحطی شد، زیر پای مأمون نشستن که ولیعهد رو بفرست بره نماز بخونه. پیشگوهای ما گفتن بارون نمیاد، تازه اگرم بیاد میگیم اتفاقی بوده، کاری نداره که. حضرت امتناع کردن، مأمون بیشتر تحریک شد، اصرار کرد که آقا حتما باید بری. حضرت فرمودن اگه برم اونجوری میخونم که جدم خونده، جمعه، شنبه و یک شنبه هر کسی که میخواد بیاد این سه روز رو روزه بگیره، صبح دوشنبه میزنه بیرون. یه عده روزه گرفتن، صبح دوشنبه اومدن بیرون، جمعی اومدن بیرون، حضرت به این وضعی سر برهنه با برهنه اومدن تو بیابانو، خوندن دعا رو، خوندن دستا رو بلند کردن، این دعای عجیبی هم خوندن، خدایا اینها به ما رو آوردن، ما حجت خدا هستیم،
همیشه یکی از کارهایی که اهل بیت میکنن مردم رو متوجه این میکنن که بابا هر چی ما داریم خدا بهمون داده. بذار دست به دعا برمیدارم. تو حضرت شروع کردن به دعا که باران رو بفرست، یه مرتبه ابر ظاهر شد. مردم میگن ابر اومد. بریم خونه هم حضرت فرمودن که عجله نکنید. این ابر معمولش اینجا بباره. اینا قرار جای دیگه بباره. مال فلان جاست. رفت. این برای این بود که کسی نگه اتفاقیه. روایت داره مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا داره مفسر این حدیث رو. دسته دوم ابر اومد. حضرت فرمودن این مأمور فلان جا بباره. دسته سوم اونجا میخواد بباره. تا دسته 11 هم اومد. حضرت فرمودن اینا اینجا میبره. برید خونه هاتون. بدوید. حضرت فرمودن عجله نکنید تا آخرین نفرتون نره تو خونه قطره بارون نمیاد. خب این نشون داد که عادی نیست این قصه بارون. خراب شد همه چیز. مهران ساحر بود، شعبده باز بود، چشم بندی میکرد. به مأمور گفتش که ما این درس رو خوندیم. نستجی رو بله. علی ابن موسی هم ساحره. علامت ساحر اینجاش مهمه. علامت ساحر اینه که یه ساحر یه چیز بلده، اون ساحر دیگه یه چیز دیگه بلده. همیشه ساحر مثل که دو نفر دو تا علم دارن مختلفه. گفت من یه چیز ثابت میکنم علی ابن موسی ساحره. من چیزی بلدم که او بلد نیست. من پیش یکی درس خوندم، یه فوتی رو یاد دارم که او یاد نداره. من آبروشو میبرم. چیکار کنیم؟ گفت یه مهمانی بگیر، سفره‌ای بنداز، نهار نون بذارید تو سفره، بقیه‌اش با من. مهمانی و ولیعهد حضرت رضا دعوت بودن و دی بودن، جمعی بودن و سفره انداختن، نان گذاشتن، تا حضرت دست بردن، مهران اینجوری کرد نونپری. نگاهی کردن حضرت و پوزخندی زد. دوباره نون گذاشتن، دفعه دوم، دفعه سوم همه خندیدن. حضرت برگشتن، مهران هم شروع کرد به حرف زدن. حتی یه نمازی خوندی، خیال کردی به دعای تو بارون آمده، تو ساحری، هم حرف بزن، تو ساحری، منم ساحرم، دیدی من یه کاری میکنم تو نمیتونی انجام بدی و تو ادعای خلافت این حرفا. بعد خود مهران گفت ساحر میدونه چه کار میکنه. سحر چشم بندیه، تو سحر نمیشه خلق کرد. ممکنه تو چشم من و شما این نوشته ها حرکت کنن، بلکه حتی ممکنه تو چشم من و شما این نوشته بیاد بیرون و ما ببینیمش. مهران اینو میدونست. گفت اگه راست میگی و تو ساحر نیستی، دو طرف معمون دوتا عکس شیر بود. گفت بگو این دوتا بیان بیرون. بیان بیرون نه فقط، چون بیان بیرون میشه سحر. تو چشم مردم ممکنه، کما اینکه سحر فرعون همین کارو کردن، ریسمان انداختن، ریسمان تکون میخورد، تو چشم مردم تکون میخورد. اگر راست میگی تو ساحر نیستی، بگو اینا بیان بیرون منو بخورن. آمدن بیرون خیلی مهمه. عکس دوتا بعد داره. وقتی بخواد بیاد بیرون و یه کاری انجام بده، یعنی بعد سوم باید ایجاد بشه درش. این خلقه. خلقی بعد جدیده. و این از ساحر بر نمیاد. ساحر نهایت کارش یه چشمندیه. این شیرا ممکنه تو ذهن مردم تصویرشون حرکت کنه. خب میدونست چی داره میگه. گفت اگر میگی تو ساحر نیستی، بگو اینو بیا من بخورم. امام رضا علیه السلام در قصه نماز بارون دعا کردن. اینجا میخوان نشون بدن قدرت خودمه. قدرتیه که خدا به من داده، من لازم نیست دعا کنم. یه کلمه فرمودن دونکم الفاجر، بخوریدش. آمدن کنم خوردن تا آخرش، لیستش زدن تموم شد، خونش لیست دادن تموم شد. آمدن سرشون رو به پاهای حضرت رضا کشیدن، یه نگاهی به مأمون کردن که شما گفتی فاجر بخورید، بعد یه دم بخورید. قش کرد مأمون. حضرت فرمودند خدا به اون مهلت دیگری داده، برگردید. واقعا معجزه، معجزه عجیبیه. خیلی قدرت عظیم رو داره نشون میده. یه همچین امامی رو باور داریم. اگه خواستیم از قدرت ائمه بگیم، فقط قدرت ائمه اکتفا به برداشتن در قلعه خیبر امیرالمومنین نیست. این بله قدرت حضرت بود، اما قدرت امیرالمومنین اینه که خورشید رو برمیگردونن، عالم رو دارن میچرخونن. همه چیز به دست قدرت ایناست. قدرت الهی به ید قدرت اینها داره اجرا میشه در آدم. این باور رو پیدا کردیم، شناخت پیدا کردیم. جالب اینه از بس کار نکردیم، از بس کار نکردیم. این حرفا رو خیلی جا بزنیم، میگن آقا نگید، بد عقیده میشن مردم، میگن قلوف دارید میکنید. چرا نمیگیم؟ چرا توضیح نمیدیم؟ چرا کار نمیکنیم؟ به فکر قصه معرفت باشیم. خب یه نکته عملی بگم توش. چیکار کنم معرفت پیدا کنم نسبت به امام؟ یه قسمت وظیفه منه، یه قسمت کاریه که شرایطی که باید ایجاد بکنم تا خدای متعال معرفت رو من عرضه کنه. میدونید دیگه در روایات این تعبیر آمده، معرفت از چیزهایی است که سن الهیه، خدای متعال میدهد. اما اگه خدای متعال بخواهد بده یه چیزی رو، قرار نیستش من سر جام بشینم او بده.
من وقتی خوب دقت کنید، من وقتی تشنه میشم خدا رفع آتش داره میکنه. اما قرار نیست من اینجا بشینم بگم خدای رفع آتش کن، باید بلند شم برم لیوان آب بردارم بخورم. خدا از این طریق، از طریق آب خوردن رفع آتش داره میکنه. خب پس این ماجرا، باید به این جهت توجه کنید، به این جهتی که من باید یه کاری انجام بدم. این کار دو تا چیزه، یه کار ظاهریه، کار ظاهری حضور در نزد کسیه که معلم ماست، یادگیری معارف و اون چیزهایی که مربوطه به این امور معرفت امامه. طریق عادیش مراجعه به کسی که معلم دین است. معلم دین یعنی چی؟ یعنی قرآن رو میشناسن، حدیث رو آگاهه، دقایق قرآن حدیث رو میدونه، برای ما میتواند قرآن و حدیث رو توضیح بدهد. کی هست این آقا؟ بریم بگردیم پیدا کنیم دیگه. من این ماجرا رو خیلی جواب گفتم، اینم قرار نیستش که از آسمون بیاد. یه آقای دکتری اقتصاد در استاد دانشگاه است. قصه مال 20 سال قبلش، اون موقع که مثلا جوانی بوده و دانشجو بوده، شور و حال قصه مسائل دینی و اینها و توجه به امام یه حال خوبی داشته. این مدتی میرفته حرم حضرت رضا، از امام رضا علیه السلام میخواسته که آقا یک کسی رو جلوی پای ما بذارید که دین رو یاد بده. خودش میگفت که یه روز دیگه کلافه بودم دیگه، رفتم یه توسل حسابی کردم و گریه و آقا یکی جلوی پای ما بذارید. همینجوری که داشتم عقب میامدم سلام دادم به حضرت، برگشتم یا آقای رو در روی من شد، سلام علیکم، سلام کرد. من گفتم این همونی که امام رضا فرستاده، توسلم اثر کرد دیگه. ما رفتیم مورد این آقا شدیم. ما معطلتون نکنم، الان از هر چی این قیافه است بیزاره. اشتباه کرد، راش این نیست اصلا، رو کفوس کردیم، راش این نیست. اگه خوب دقت کنید، اگه قرار بود یه شریک واسه کسب و کار خودت پیدا کنی، میرفتی بگی آقا علی موسی رضا یه کسی رو جلوی پای من بذاری، یه شریک خوبی باشه، بعد برگردم یکی بگه سلام علیکم، همین شریک است. راش این بود، مراجعه کنه به علمای شهر، یه سری عالم تو شهر هستن، سوال کنه آقا من یک کسی رو میخوام که این قرآن و حدیث رو میشناسد، آگاه مسائل دینیه. 4 نفر، 5 نفر، 2 نفر میگن، تحقیق و بررسی میکنی این و اونور میزنی، بالاخره به یه نتیجه میرسی، به یه آقایی. بعد که اون نتیجه رسیدی، بعد میری حرم حضرت رضا به امام رضا عرض میکنه آقا من کارمو کردم، حق رو به زبان این جاری کن. من کارمو کردم، یک قسمت کار اینه، واقعا اینه، بریم بگردیم پیدا کنیم، یه آدمی رو پیدا کنیم، تحقیق کنیم، بررسی کنیم با تمام دقایق، بفهمی آقا خوبه. بعد از خدا و پیغمبر و امامم بخواهم، از امام اصلا بخوام که راه حق رو از طریق این به من برسون. این میشه کار معقول. یه قسمت کار پس برای اینکه من از معرفت بهره ببرم اینه که من باید برم در درس قرآن و حدیث بشینم، در این درس نشستن و یاد گرفتن معلم میخواد، معلمی که این دقایق رو بداند، احساس نیاز بکنم دنبالش میرم. یه کاری هم در قلبم باید انجام بدم. روایت و آیه هر دوتاش داریم. در زیر این آیه و ان من شیعتهی لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. امام سجاد علیه السلام فرمودن اگر میخواهد کسی از شیعیان ما باشه و بهرمند از معارف ما باشه، باید مثل ابراهیم به قلب سلیم بیاد. حضرت میفهمن اگر قلبش شد مثل قلب ابراهیم میشه منشیعتنا، اگه نه اونجوری نیست، در حد ابراهیم نیست، اما یه مقداری پاکی داره، اون مقدار چی هم میگم، میشه از محبین ما. این یه روایت. روایت دوم، امام باقر علیه السلام تو روایت مفصلیه و ابو خالد کابلی فرمودن لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه. پس آقا همه این نکته یه چیزی هست، این ظرفی که قرار ظرف معرفت بشه که دل من روح من باید پاک باشه، و لا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا. هر دو حدیث به یه جا میرسه، به قلب سلیم یسلم لنا، دل سلم باشد در مقابل حجت خدا و ولی خدا، تا معرفت بیشتری عرضه بشه برش. هر چی بیشتر سنباده بزنی، کیسه بکشی، دلتو پاکتر بشه، معارف بیشتری میرسه. سر کلاس درس میری، پیش معلمش میری، یه کارم خودت میکنی، تلاش میکنی پاک کنی. اون حد اقلش چیه؟ تو روایت امام سجاد میفهمد از 2 تا چیز باید دلشو پاک کنه، دروغ، ریا. این دوتا رو باید اجتناب کنه ازش اگه میخواد معرفت بهش پیدا بشه. دروغ، ریا، اخلاص داشته باشه، به خاطر خدا و حجت خدا کار کنه، دروغ هم نداشته باشه. این دوتا رو از دلش برداره، دلشو پاک کنه از این دو گناه. هر چه بیشتر پاک کنه، بیشتر سلم باشه، بیشتر مطیع باشه، بیشتر معرفت بهش عرض میشه.
کاری که باید بکنیم اینه، یه کار عملیه، خودمه، شخصی خودمه، دلمو پاک کنم، از گناه اجتناب کنم، هر چی بیشتر پاک بشم جلوتر میرم، یه کارم حضور در سر درس، بعد که رسیدم فهمیدم یاد گرفتم به بقیه هم یاد بدم. این یک قدم خدمت و نصرته، بشناسم امامم رو و بشناسونم، احساس نیاز بکنم و به بقیه بفهمونم. باشه انشاءالله بقیه شهر بشم. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. امروز روز جمعه بود، روزه‌ای که از امام عصر همه ما شنیدیم و نقل شده که حضرت وقتی که پشت به خانه کعبه میدن این روزه رو میخوانند. ما همین دو سه جمله رو عرض میکنیم. روزه‌ای که در همه مصائب سید الشهدا علیه السلام تکرار شده و همه جا هست، از روزی که خدا برای آدم اول بشر روزه خوند تا آخرین انبیا تا پیغمبر اکرم بعد از شهادت ابی عبدالله قبلش تا روز ظهور امام عصر، اینه حسین را کشتن تشنه کشتن. امام عصر پشت خانه کعبه که میدن اولین جمله‌ای که میگن اینه یا اهل العالم، بعد از اینکه خودشونو معرفی میکنن میفرماین یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه اجشانا. صدیقه کبرام از شب 11 محرم کنار تنور خونی که زن خونی دید صدیقه کبرام رو، تا هر کسی دیگه در خواب دیده تشرفی پیدا شده، بی بی هم همه جا همین یه روزه رو میخونن، صداشونو بلند میکنن، خطاب میکنن، بنیه قتلو پسران کشتن و من الماء من هموک، از آب من منعت کردن، قطره ای آب به تو ندادن. آتش بر ابی عبدالله اثر سختی گذاشته بود، به صورت ویژه در سه عضو در بدن حضرت اثر گذاشته بود، یکی در چشم مبارک. خدا برای آدم اول بشر فرمود آدم این حسینی که اسمش رو بردی عشق از چشمت جاری شد، اونقدر تشنگی بر او غلبه پیدا می کند بین زمین و آسمان رو غبارآلود می بیند. دوم لب و زبان مبارکش، ابی عبدالله گاهی اوقات زبان رو بیرون می آوردن مثل یه تک چوب شده بود، به جایی که رطوبت بزنه بیرون خون از زبان مبارک حضرت بیرون می آمد. سومی هم جگر مبارکشون، ای صدا زدن اسخونی شربتم من الماء، یه قطره آب به من حسین بدید، به خدا جگرم داره میسوزه. اونا نجیب میگه اونقدر صدای آتش حسین بلند شد دیگه دلم سوخت، گفتم این لحظه آخر برم یه مقدار بهش آب بدم، یه کاسه آبی برداشتم همینطوری که داشتم میرفتم به سمت گودال، دیدم شمر داره از گودال بیرون میاد، دامنش رو جمع کرده، بدنش داره میلرزه. گفت کجا میری؟ گفتم میرم مقداری به حسین آب بدم. گفت زحمت نکش، سیرابش کردم و میرم. دامنش رو باز کرد، چشمم به سر بریده ابی عبدالله افتاد. گفتم بدنت چرا میلرزه؟ گفت لحظه ای که خنجر به دست گرفته بودم صدای یک زنی رو شنیدم، ناله میزد و میگفت خریب مادر